شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. من خیلی خوشحالم که افتخار صحبت با شما رو دارم. من 30 سالمه، آمریکا زندگی میکنم، فرزند اول خانوادم هستم و راستش نه، صبر کنید. آقا از چند تا اولی؟ این مهم برای من تعداده. من یه خواهر کوچکتر از خودم دارم. پس از دوتا. و بعد چه مدتی از امریکا هستی؟ من 4 ماه اینجا هم ازدواج کردم توی ایران، بعد همسرم پذیرش PhD داشتن، با ایشون اومدم اینجا. چه مدتی از ازدواج کردی؟ ما 3 سال با هم دوست بودیم، اما 6 ماه پیش با هم ازدواج کردیم. ایشون چند سالشونه؟ 30 سالشون، البته 5-6 ماهی هم من بزرگترم. حالا اون مهم نیست، فرزند چند دومه؟ ایشون هم فرزند اولن از دوتا، ایشون هم یه برادر کوچیکتر از خودشون دارن، دقیقا با اختلاف سنی مشابه من و خواهرم. بسیار خوب. ولی گفتید 4 ماهی که آمدید امریکا، درسته؟ بله، من خودم 4 ماه اینجا. و شما چی خوندید؟ من 2 تا لیسانس گرفتم، یه دونه اینداستریال انجینیرینگ، یه دونه زبان خوندم توی ایران، و خب الان که اومدم اینجا قصد ادامه تحصیل دارم، ولی حالا گذاشتم یه ذره زمان بگذره و حالا بفهمم که بیشتر به خودم چندم و چی دوست دارم ادامه بدم. من فقط یه سوال مطمئن میشم، شما هر دو با هم 4 ماهی که آمدید، درسته؟ نه، همسرم 1 ماه زودتر اومدن. اوکی، بسیار خوب. دوره ایشون چقدر طول میکشه که دکتراشون رو بگیره؟ تقریبا 5 سال. و بعد قصد شما فعلا هر دو این است که بمانید یا برگردید؟ فعلا قصدمون اینه که بمونیم، ولی حالا باید ببینیم چجوری پیش میاد. مثلا در حال مذاکره با وکیل و اینا هستیم تا ببینیم که حالا چه اتفاق میفته. بسیار خوب. برای چی لطف کردی تلفن کردی؟ آقای دکتر، من نمیدونم چجوری بگم، من یه خشم خیلی وحشتناکی از پدر و مادرم دارم و این روزا خیلی بدتر شده اوضاع، یعنی ما اصلا با هم هیچ ارتباطی نداریم. خب نه، داستان خشم از کجاست و از کی هست؟ آقای دکتر، من اول در مورد مادرم بگم. من هیچ وقت مادرم مثلا با ما زندگی نمی کرد، یعنی از موقعی که یادم میاد، یعنی ما رو ول کرد رفت. یعنی اون بازه زمانی که حالا خواهرم به دنیا اومد بازه بود و نبود، ولی وقتی که خواهرم دیگه به دنیا اومد، یه سال بعدش از پدرم جدا شد کلن و رفت. و نصب کنید کی شما رو وقت بزرگ کرد؟ ما پدرمون بزرگ شدیم، پدر بدون کمک هیچ کسی، فقط پدر و شما دو تا دختر. اگه اجازه بدین یکم بعدتر در مورد پدرم صحبت کنم. من بچه که بودم مادرم به پدرم خیانت میکرد، بعد منو با خودش میبود و من این صحنه ها رو دیده بودم با چشمای خودم. یعنی هنوز که هنوز بعد از این همه سال صحبت کردم در موردش خیلی برام سخته. نه، تصب کنید. اولا در چه سنی بودید که مادر شما رو برد؟ بین چه سنی تا چه سنی؟ من از 5 سالگی، یعنی کاملا یادمه، شاید قبلش هم بوده، ولی از 5 سالگی بعدم کاملا یادمه. تا شاید 10 سالگی که حالا ما رو میبرد با خودش، دیگه از 10 سالگی به بعد که بذاریم بهتون اینجوری بگم، من که 8 سالم شد اینا از هم جدا شده بودن، اما یه وقتایی میومد مثلا ما رو میبرد پیش خودش 1-2 روز. دیگه بعد از اون یه سری اتفاقات افتاد که دیگه پدر من اصلا اجازه نداد ما هیچ دیداری با هم دیگه داشته باشیم و دیگه اصلا ندیدیمش. یه بازه زمانی خیلی طولانی. آیا شما شاهد رابطه مادر با کسای دیگه بودید یا فقط فکر میکردید خب یه کسی آمده توی اتاقی هستند و همین؟ هر جفتش. یعنی یه بار بچه بودم منو خوابونده بودن و فکر میکردم من خوابم، ولی من بیدار بودم. به کنار من دقیقا، یعنی اون تختی که من خوابیده بودم کنار من داشتن این کارو میکردن. اوکی. حالا اولا یه پرسشی بکنم، چون
یه گفتگویی هم دیروز یا پریروز بود تو تلویزیون دیدم. لطفاً به این سوال من با یه دقتی جواب بدید، بله. و اون اینه که آیا در اون زمان احساس بدی داشتید، احساس خیلی بدی داشتید، احساس وحشتناکی داشتید؟ چون ببینید مهم اون زمانه که چه حال و احساسی داشتید. چون من الان میبینم دختر خانمی داشتن صحبت میکردن که در اون زمانی که مورد مثلا آزار جنسی قرار گرفتند فکر کنم مثلا یه بازیه و اهمیتی نمیدادند، حالا معتقد بودن خیلی آسیب سنگین و شدید خوردن. نه اون نیست، برای که اونجا مهم اینه که در اون لحظه من شما چه احساسی، این که بعدا 5 سال بعد و 20 سال بعد متوجه بشیم چقدر بد بوده، یه جنایت بوده که حتما هم چنینه، اون یه قصه دیگری است. خیلی از اوقات ای بس با شما در اون دوران که مادر این کار رو میکرد این رو بد میدونستید، به طوری که حتما و معمولا چنینه، ولی شدتش مهمه. واقعا در حدی که یادتون میاد اون زمان چه حال و احساسی داشتید؟ اگه مثلا فرض کنید توی اتاق بازی میکردید یا فکر میکردید یا تلویزیون تماشا میکردید بعدم میرفتید، خب اونقدر نبود، اما یه زمانی هست که نه واقعا هر آن نگران و مسئله آسیب و ضرر و خطر رو کنار ذهنتون داشتید. چه حالی داشتید اون دوران اگر یادتون میاد؟ چیزی که یادمه اینه که شاید نفهمیده بودم عمق ماجرا چقدره، اما میدونستم این چیز خیلی بدی داره کنار من اتفاق میفته. حال مهمه نه بعد رو میدونم، ولی چقدر ببینید عزیز، یه زمانی هست من میدونم یه اتفاق بدی داره تو اون اتاق میفته، ولی بعد ممکنه آسیبش به منم بخوره یا بعد پدرم بفهمه مثلا یه اتفاقات بدی بیفته. من حالتون رو میخوام ببینم چیه. مسئله این بود که پدر من خب تو خونه دعواشون که میشد و حرفای رکیکی که بینشون رد و بدل میشد، من فهمیده بودم یه چیزی درست کار نمیکنه و خیلی حس بدی به من دست داد اون موقع، به خاطر اینکه مامانم مجبورم میکرد دروغ بگم به بابام و بگم خونه مام بزرگم بودیم، در صورتی که نبودیم. و این قضیه چند بار تکرار شد، یه بارش هم که نزدیک بود ما رو ببرن بیابون و بکشن. خب اینا مسئله است، اونا مسئله است عزیز. چون من یه دفعه دیگه تکرار میکنم، چون من دیدم و بعدم دیدم دوستی که به هر حال مدعی آگاهی به این موضوع بودن ابدا آگاه نبودن، چون من موارد فراوونی ده ها حتی صد ها بار دیدم که در اون ایام پسر و دختر هر دو اون احساس بد و حال بد رو نداشتن و بنابراین درستی که کار بد بوده، ولی اون موقع چون متوجه نبودن آسیب آنچنانی نخوردن. آسیب وقتیست که در اون دوران درست مثل همین موردی که شما اشاره میکنید با مسئله خطر و ضرر و مرگ و دعوا و بعدم حتی تخیلات کودکی که ممکنه سرمونو ببرن یا بکشن، اینا همراه است که میتونه مسئله آفرین باشه. بنابراین خب معلومه هم زندگی خانوادگی خیلی خیلی بدی داشتید، هم مادری که بسیار رفتارش آزاردهنده و واقعا وحشتناک بد و ویرانگر بوده. خب این ماجرا ادامه داشت. بعد من حالا از طرف خانواده پدریم هم خیلی تحت حمایت نبودم، من پدر خودم هم اعتیاد داشت، کار نمی کرد، یعنی مثلا می خواست خزینه زندگی رو بده از پدر بزرگم می رفت پول می گرفت. یعنی تمام حسرت هایی که شما فکر می کنین یه بچه می تونه داشته باشه رو داشتم، علاوه بر این که یه بچه کوچیک تر از من کنار من بود، خواهرم، که باید بهش چیزایی رو می دادم که خودم نداشتم. راحت باش عزیز، من فقط متاسفانه چون یادم رفت خواهر از تو چقدر کوچیکتر بود؟ خواهرم 5 سال از من کوچیکترم. خب این ماجرای تو اون خونه بودن و مادر و رفت آمد اینا تا چه سنی ادامه داشت یا این اتفاقات؟ وقتی پدر مادر از هم جدا شدن چی شد؟ وقتی جدا شدن خب خیلی کمتر شد، تا یه جایی که یه شبی ما پیش مامانم بودیم، بعد برگشتش به من گفت، من موقع فکر کنم 12 سالم بود، آره 12 سالم بود،
به من گفتش که من یه آقایی رو میشناسم که تو رو اگه ببرم پیشش به ما پول میدم و خب تو اون آقا رو که نمیشناختی، درسته؟ چرا یا دیده بودی میخواد کجا منو ببره میدونستم، نه اون آقا رو میشناختی. خب میشناختم. بعد مامانم خیلی رفتارای آن نرمالی داشت، حالا نمیدونم دلیلش چی بود. بزرگ شدم خیلی سعی کردم درکش کنم، ولی نه اصلا درکش نکنید با. اون مهم. خب گفت که میدید، ولی به شما گفت که با اون آقا چه خواهی کرد یا چه اتفاقی میفته؟ اینو دقیقا من نگفت، ولی من احساس خطر میکردم. یعنی نمیدونم برای تو پیش اومده یا نه، که میدونید قراره یه اتفاق بیفته که خوب نیست. و اینکه خب من رفتاری مامانم رو میدیدم دیگه، میدونستم که این مدلیه. یعنی عملا میرفت بیرون میومد و من میدونستم رفته چی کار کرده، ولی برای خودم نمیآوردم. خب چه شد عزیز؟ بعد مثلا مامانم بعضی رفتاراش خیلی آن نرمال بود. نه خب نه اون آدم که گفت، نه چی شد اون که به شما نه گفت؟ من رفتم یعنی چند روز حالم خیلی بد بود. وقتی اومدم خونه رفتم، یعنی من درسم خیلی خوب بود و افت شدید کردم یه دفعه. مشاور مدرسه‌مون منو برد دفتر خودش، ازم پرسید چی شده. بعد من واقعا اون موقع فکر کردم که یه نفر دلش برام سوخته و بهش گفتم که همچین اتفاقی افتاده. بعد بابامو مثلا خواست مدرسه، البته نه مشاورمو پدرمو نخواست مدرسه، بابای من با یه دعوایی اومد مدرسه که حالا براتون میگم که پدرم حالا شخصیتش چیه. در مورد پدرم حالا صحبت نکردیم هنوز. اومد مدرسه و مشاور ما بهش گفت که همچین چیزیه، دختره در خطر، ممکنه آسیب برسونه بهش مادرش. دیگه بعد از اون شد که دیگه تقریبا ما ارتباطمون قطع شد با هم دیگه. یعنی ارتباطتون قطع شد، مقصود این است که رفتی با پدر دیگه ارتباطی با مادر نداشتی؟ بله، تا چند سال این قضیه ادامه داشت تا اینکه من دیگه داشتم دانشگاه میرفتم، دوباره سرکلاش پیدا شد و یه جورایی تو پوست این رفته بود که من مادر شما رو به دنیا آوردم و شما بعد من احترام بذارین، نمیدونم این رفتار رو میکنین، خدا این کار رو میکنه با تو، اون کار رو میکنه. ولی آقای دکتر، من شاید اون موقع مثلا باز یه وقتی زنگ و اینا میزد جوابشو میدادم، اما من هیچ وقت دلم باهاش صاف نشد. همیشه این قرارم نبوده، قرارم نبوده صاف بشه از زمان. خیانت نبوده، خیانت بوده، جنایت بوده، مادر نبوده. بعد مثلا میرفت همه جا میشست میگفت بچه های من منو ول کردن. بعد هیچ کس نمیدونست اون چی کار کرده که ما ولش کردیم. خب حالا چه اهمیت شده؟ حالا اون کسانی که اینو میشنیدن چه اهمیت میده؟ آقای دکتر، من در مورد مادرم داشتم صحبت میکردم، بعد اینکه در مورد حالا این کاراش گفتم، بعد یه سری رفتارهای خیلی غیر نرمال داشت. مثلا من و خواهرم باهاش بیرون میرفتیم، به همه میگفتش، خواهر کوچیکه منو به همه نشون میداد، میگفت دختر منه، ولی منو نشون میداد میگفت این دختر برادر منه. من اصلا این چیزها رو درک نمی کردم و خیلی حس بدتری به هم دست می داد و هیچ وقت میگم نبخشیدمش، فکرم نمی کنم هیچ وقت بتونم ببخشمش. خب اون که بیمار و گرفتار بوده، بعدم فکر کرده شما چون 5 سال بزرگترید، اگر بگه دختر منه، سن خودش می باره. یعنی مادر واقعا به یکی تو همون خلوچلی که میگم در این اشکال و اختلال، بعدم خب انحرافاتی که داشته، مثلا آفرین بوده برای خودش هم. درست است که اینا شما رو در کودکی چون مهم اونه آزار میداد و اذیت میکرده، ولی موردی از این قبیل در بزرگسالی معنای خاصی میتونه نداشته باشه. آنچه که بد بوده و هست واقعا برمیگرده به اون رفتار و کارهایی که قبلا بهش اشاره کردید. خب این مدت شما گفتید بعد از 8 سالگی شما یا 12 سالگی شما، 12 سالگی رفت، تا 18 سالگی پیداش نبود یا کم بود، بعد دوباره برگشت. بله بود، ولی دیگه حالا خیلی هم مهم نبود. یعنی دیدین آدم عادت میکنه به نبودن یه نفر، دیگه
ما یاد گرفته بودیم که خودمونی، مثلا چیزی به اسم مادر وجود نداره و دیگه روی پای خودمون بودیم دیگه، خیلی اذیت نمی شدیم از نبودنش، از این که نیست. بعدش هم که اومد، یعنی انگار مثلا یه آدم غریبه ای اون بیرونه که تو گاهی باهاش باید سلام علیک کنی، همین بود، یعنی واقعا چیز دیگه ای نبود. سال 96 هم فوت کرد و به چه دلیل میدونی؟ ایست قلبی کرده بودم، مثل اینکه سر جایی که کار میکرده، و من یه خورده احساس عذاب وجدان دارم، فکر میکنم حالا که دیگه نیست توی این دنیا شاید من باید ببخشمش، اما نمیتونم واقعا. نه هیچ دلیل نداره، آخه معنایی به اون صورت نداره ببخشمش نبخشمش. یه کسی است که اینچنین به بیمارگونه و خودخواه و نادان اون کارا رو کرده، بعدم مسئله بخشیدنش اگر قصدتون اینه که از اون فکرها و خیالها و اینا بیاد بیرون بله، ولی اگر اینکه فکر کنید یه پروسه مشخصی است و یا یه چیزی است که اگر امروز بگید بخشیدمت فردا حال شما خوب میشه، یه چیزی تغییر پیدا میکنه، یا حالا اشاره کردید به عذاب وجدان که هیچ ارتباطی به موضوع شما نداره، نه. ولی خب با یه خانم روانشناسی کار کردن کمکتون میکنه که زهر و سم و انرژی این خاطرات رو از شما بگیره، که اینقدر به صحنه آگاه ذهن شما نیاد، صحنه ناآگاه و خوابا و رویاها و اینای شما که به هر حال مسئول از اون نخواهد بود و همچنان این موضوع اونم با یه چنین شدتی حتما به شما آزار میرسونه و آسیب میزنه، و به هر حال شما یه بدن روانی زخمی دارید و خب شناخت اینا کمک کردن به شما میتونه توسط یه روانشناس خوب خانم انجام بشه که باید ازش حتما حتما کمک بگیرید، ولی در غیر این صورت مسئله است. به من بگید خواهر چه وضعیت و حالی داره الان؟ خواهرم هم الان ایران کار میکنه، یعنی چند وقتی داره کار میکنه، اون به نظرم راحت تر کنار اومده با قضیه، یعنی شاید انقدر که من خودم اذیت میکنم اون اینجوری نیست، یعنی مثلا چون از موقعی که خیلی نوزاد بود مثلا مادر منو ندیده بود، یا حالا اگه چیزی هم پیش اومده بود اون خیلی کوچیک بود، شاید 2-3 سالش بود و یادش نمونده، خیلی اذیت نمیشه. ولی خب مثلا ما پدرمون بزرگ شدیم، متاسفانه ما حتی پدر مسئولی هم نداشتیم که دلش بسوزه بگه حالا که مادرشون نیست من باید بیشتر حواسم باشه به رفتارم. پدرم میگم مثلا کار نمی کرد، یه آدم به شدت عصبی که از نظرش خودش تنها آدم خوبه همه چیز بود و همه آدم ها بد بودن. من خودم مثلا سالها دوستی نداشتم به خاطر اینکه تا می اومدم با یکی یه ذره صمیمی بشم تو مدرسه زنگ میزد مثلا خونمون فلان تکلیف از من بپرسه، بابای من گوشی رو برمی داشت و هرچی دوست داشت به این آدم میگفت، و خب هر آدم بالاخره یه غروری داره دیگه، خوش اجازه نمیداد زنگ بزنن به من. من سالها دوستی نداشتم، خیلی تنها بودم، مسئولیت خونه رو دوشم بود، آشپزی خونه، نمیدونم تمیزکاری خونه، مراقبت از پدرم، مراقبت از خواهرم. پدر اعتیادش چی بود عزیز؟ پدرم تریاک و خیلی زیاد، یعنی با پدر بزرگم دوتایی میشستن جلوی ما این کارو میکردن. یعنی با پدر خودش یا پدر مادرتون؟ پدر خودش. بعد دقیقا آقای دکتر مثل این بود که به جای اینکه اونا پدر و مادر من باشن، من یه وقتی احساس میکنم من پدر و مادر اونا باید میبودم. نه حتما اینطوری بوده عزیز، نه اون حرف درسته، برای که تو نه تنها پدر و مادرشون بودی، پدر و مادر خواهرت هم بودی، با توجه به فاصله سنیتون معلومه که چه نوع رابطه ای اونجا وجود داشته. خب چند روزه کمک گرفتی اگر گرفتی بعد از 18 سالگی در ایران؟ آقای دکتر من دانشگاه وقتی قبول شدم، من دانشگاهی که میرفتم پولی بود، بعد صنایع میخوندم، بعد یه بازه زمانی درس خوندم و دیگه پول نداشتم، یعنی کار نمیتونستم اون موقع بکنم، کار مثلا جایی نبود من دانشجو کار بده، من مجبور شدم درسمو بذارم کنار اون موقع. بعد
چون میدونستم من با پدرم با خانوادم مثلا نمیتونم کمکی بگیرم، یعنی یه ایراد شخصیتی من اون موقع ها بود که نمیتونستم از کسی کمک بگیرم، یعنی نمیرفتم به کسی بگم به من کمک کن من درسمو تموم کنم حداقل بتونم برم سر کار. نشستم دوباره توقف آخه احتمالا کسی نبوده عزیز، شما نه به چی هیچی نبود، میتونستید؟ پدر من با همه قطع رابطه کرده بود، ما فقط پدرم با ما در ارتباط بود که اونم همیشه سرکوف به ما میزد، همیشه میگفت مثل مادرتون میشین، همیشه میگفت اینو. یعنی ما هیچ راهنمایی نداشتیم که بهمون یاد بده یه وقتی خوب کمک بگیری، اشکالی نداره اگه کمک بگیری، هیچ کسی اینا رو به ما یاد نداده بود. بعد من رفتم دوباره کنکور دادم، یه دانشگاه دولتی قبول شدم، رفتم دانشگاه. توی دانشگاه بود که با یه مرکز مشاوره آشنا شدم، اونجا یه سری کارگاه ها رفتم و فهمیدم خیلی چیزا درست داره کار نمیکنه، یعنی هیچی سر جاش نیست. اونجا بود شاید که من فهمیدم که من مسئول اینا نیستم، من اینا انتخابای من نبوده، من نمیخواستم اینجوری بشه. شاید اونجا یه ذره آروم شدم، وگرنه قبلش خیلی حالم بدتر بود. من یه عالم کتاب و اینا خوندم، خیلی به خودم کمک کردم، شاید الان اینکه زندگیم این مسیر رو داره میره به خاطر همون بودا باشه، یعنی شاید اگه من میخواستم بی خیالی طی کنم یعنی الان اینجا نبودم. واقعا شاید با یه آدم خیلی بد ازدواج میکردم، شاید همه چی رو رها میکردم، حتی شاید خودم رو کشته بودم، شاید یه زمانی به این چیزا فکر میکردم، انقدر خسته بودم. نه من درست درس رو میخوندم. میگفتی عزیز تو واقعا از وسط آتش بیرون آمدی صحیح و سالم، علت چموری که اون خمیره وجودی تو خوب بوده، این آتش به تو شاید یه سیغلی و یه شکل و فرمی که امروزه و انسانیه داده، ولی این همش هم نتیجه کار و کوشش و فعالیت خودت و خوبی و مهربونی تو، مواظبت و مراقبت از خواهر بوده که زمینای خاصی رو در تو رشد داده، ولی واقعا پدر و مادر وحشتناکی داشتی. ممنونم. حالا من راستش رو بخواید بعدش رفتم سر کار، اونجا با همسرم آشنا شدم، خیلی شبیه هم دیگه بودیم، نه نظر خانوادگی، همسرم خانواده خیلی خوبی داره و منو واقعا مثل دخترشون دوست دارن، یعنی شوخی نمی کنن، یعنی انقدر که مادر پدرش با من در ارتباطن، به من زنگ میزنن، به من محبت میکنن، خودش یه وقتی میگه انقدر به من محبت میکنن، منو واقعا دوست دارن دیگه. ما بعد از 3 سال دوست بودیم، زودتر هم میخواستیم ازدواج کنیم، پدر من هی اذیت کرد ما رو، هی اذیت کرد و نشد. آقای دکتر یه اتفاق بعدی که جدیدن افتاده و شاید این الان باعث شده همین اینا برگرده تو وجود من، اینه که نمیدونم شما خودتون دختر دارین یا نه، ولی آدم توی روز عروسی دخترش نباید کاری کنه که دخترش گریه کنه. من میدونستم هیچ وقت خانوادم قرار نیست به من کمکی کنن توی مخارج ازدواجم، خاطر همین کار که میکردم حالا مثلا یه چیزایی واسه خودم میخریدم که بذارم کنار اگه یه روزی ازدواج کردم یه چیزایی خودم داشته باشم. شاید اینو باور نکنین، نمیدونم کسی اینو باور میکنه یا نه، ولی من از روز ازدواجم به بعد منو تو خونه خودم راه ندادن و هیچ کدوم از وسایل منو به من ندادن. یعنی چی؟ یعنی پدرتون؟ بله پدرم. خب دلیلش چی بود؟ یعنی حرفی که از نظر پدرم من باید با لباس عروسی سوار ماشین میشدم و با پدرم میرفتم خونه، به خاطر اینکه اینا فکر میکنن من باید مسئولیت اون خونه با منه، من باید بهشون برسم، من باید مواظبشون باشم، حتی خواهرم با این همه کاری که من براش کردم یه همچین طرز فکری داشت و من الان ها میدونم که اینا واقعا وظیفه من نبوده، من اگه این کار رو کردم واقعا من زن اون خونه نبودم، من لطف کردم بهشون ولی اینا نفهمیدن. خب چه اهمیت داره که بفهمن یا نفهمن؟ خب آقای دکتر من تمام وسایلم توی اون خونه است، وسایلی که باشون خاطره های خوب دارم، شما نمیدونید من چه جاهایی مجبور شدم برم کار کنم که بتونم 1000 تومن 1000 تومن رو هم دیگه بزنم یه سری چیزامو بخرم. واسه منی که مثلا هیچ کس کمکم نمی کرد، پدرم یه 1000 تومانی به من کمک نمی کرد، اونا خیلی با ارزش بودن. نمیدونی چه حرفایی شنیدم که کارم رو ادامه بدم، چقدر زحمت کشیدم برای اونا، یعنی اینجوری نبوده که بگم حالا یه پولی دست من رسیده همینجوری از یه جایی من اونا رو خریدم، اشکالی نداره.
خب شما مگر الان ازدواج نکردید اومدید امریکا، درسته؟ بله، حالا چرا دنبال اونایید؟ چه تفاوتی تو زندگیت میکنه الان عزیز؟ همسرم هم همینو به هم میگه، حتی میگم برای من حتی چیزای بهتر میخره، میگه اصلا مهم نیست اونا رو ولشون کن، اونا خودشون رو اینجوری ثابت کردن، رفتار رو کردن. اما من نمیدونم چرا گیرم اونجا، فکر میکنم که اونا دست من نباید ناراحت باشن. اصلا چه اهمیتی داره که ناراحتن؟ نه من ببین عزیز، تو یه گرفتاری که داری، البته میشه فهمید از کجا میاد، اینکه تو یه مسئولیتی رو پذیرفتی و فکر کنی این مسئولیت یک از یه طرف همیشگی و ابدیه، از جانب دیگه فرض اینه که به بقیه زمین هم ارتباط پیدا کنی. برام اگر فردا خواهرت هم مسئله و مشکلی داشت باز باید تو حل کنی، اگر هرچی بود، یا اگر پدرت یه طوری شد، حالا چون از دست تو عصبانی بوده شاید به اون خاطره که بلایی سرش آمد. یعنی ببین عزیز، تو بی خودی خودتو هم مظلوم هم مسئول هم به هر حال مقصر یه چیزایی میدونی که ابدا بهت مرتبط نیست. درسته میگی اینا رو متوجهی، ولی واقعیت مسئله این است که نه، بلاوه میپذیرم که تو با رنج بسیار یه درآمد مختصری داشتی در ذهن خودت، خواستی که به هر حال یه حالت خودکفایی داشته باشی، یه روزی خواستی ازدواج کنی، این یا اونم داشته باشی، حالا که پدر و مادری نداری که این کارا رو انجام بدن، اونم تازه با یه ذهنیتی که حالا اون مرد که همسر تو یا خانوادهش چی فکر میکنن. بعد اینا اینقدر بیرحم و بیشرم بودن که وقتی که تو ازدواج کردی و بعد از اون انتظار داشتن تو همچنان نه تنها خودت به بسا همسر تو خانوادش هم در خدمت اونا باشن، یعنی اون احساس طلبکاری ناشی از خودخواهی و بیماری رو نشون میدن. ولی اینکه تو آمدی اینجا اصلا به خودت اجازه بدی که به این موضوع فکر کنی، اینا رو به صحنه آگاه ذهنت بیاری، حالا در گفتگوی با من یا با یه کسی که قرار به یه نتیجه برسی، نه، ولی اصلا اشتباه محض عزیز. این درست پس کسی میمونه که من به کسی چاقوی زده بعد رفتم دکتر رو در آوردند و زخمش هم خوب شده، باز دوباره بزنم اون چاقو رو به خودم، چون وقتی که تکرارش میکنم به خاطر میارمش، خیلی از اوقات دردش و آسیبش بیشتر از حتی بار اوله. و تو باید اینو یاد بگیری که گذشته رو خاک کنی، برای تا این قرار گذشته رو خاک نکنی و کنار تو این جسدهای مرده و این حوادث سخت و تلخ و بد باشن، که به تو فرصت آزادی و زندگی و خوب بودن و خوش بودن رو نمیدن. بنابراین مسئله یک کمکی میخوای از جانب یه فرد آگاهی که کار مشکلی هم نیست که کمکت کنه یه چیزایی رو دور بریزی و ازش بگذری، از جمله حتی همون چیزایی که الان داری به خاطرش احساس ناراحتی میکنی که اینا رو با در چه شرایطی با چه امید و آرزویی خریدی و حالا حتی اینا اینقدر بیرحمند و بدن که با تو چنین کردند و میکنند. آقای دکتر، حالا در ادامه صحبتی که کردیم با هم دیگه، یه مسئله دیگه هم که هست اینه که من خب جدیدن ازدواج کردم و یه وقتایی فکر میکنم که من اصلا لایق همچین زندگی نیستم و فکر میکنم که شما نه تنها لایقه همچین زندگی هستید، شما طلبکار زندگی هستید عزیز. من اگر در یه شرایط و وضعیت خوبی بار آمدم و کاری کردم و به جایی رسیدم با توجه به فرصت ها و امکاناتی که در اختیار من گذاشتند، من ای بسا کار چندانی نکردم، اون محیط و شرایط و وضعیت و امکانات من بوده. ولی وقتی که کسی به جایی که کودکی کنه باید پدری و مادری میکرده، وقتی که قرار بوده از یه امنیت و آرامشی برخوردار بشه، نه امنیتی داشته نه آرامشی، وقتی که از جانب عزیزترین و بهترین هایی که قراره تو زندگیش باشن بدترین بلاها سرش آمده و آنچنان آسیب دیده و این همه در خطر بوده و زندگیش این چنین سخت و تلخ بوده، اونم در یه جامعه مانند ایران با باورها و اعتقاداتی که هست، و یا همچنان اون گونه که نشون هم دادی باز خودتو گرفتار همون سنت ها و یا انتظارات پوسیده ی عقب مانده در جهت اینکه حالا وسائلی در وقت ازدواج
از آن خودت باشه یا خانواده همسرت به تو چی میگن و چی فکر میکنن، هنوز گیر و گرفتاری، تویی که در حقیقت خود خوش درخشیدی. من اگر یه کسی باشم که مسابقه ای رو بردم به خاطر اینکه همه امکانات رو داشتم، در مقام مقایسه با کسی که بسا دست و پا شکسته و نفر دوم اونجا شده، نه اولیه من اونقدر مهمه، آنچه که مهمه دوم بودن اون هست، حتی شرکت او در اون مسابقه هست. بنابراین اینا کمکی است که باید بگیری، چون تو متاسفانه از کودکی به اینجا رسیدی که من بی ارزشم، این پدر من، این مادر من، اینم که خود منم، و بعدم این همه هر کاری هم کردی، اگر 100 تا کار کردی همیشه فکر کردی با 110 تا کار بکنی. بنابراین تو این گونه موارد به ویژه کودکان درگیر یه مشکلی میشن و یه گرفتاری روانی بهش میگیم تاکسیک گیلت، یعنی احساس قدرت یا داشتن قدرت در حالی که اصلا ندارن و در مقابلش مسئولیت ها و وظایفی دارن که اصلا ندارن. بنابراین تو اون یه مقدار چیزا سر جای خودش نیست عزیزم، طور که به جایی که پدر و مادر خوبی داشته باشی پدر و مادر بدی داشتی، و به جایی که کودکی کنی باید بزرگسالی می‌کردی. همه چیز به هم ریخته است و در نتیجه در یه چنین شرایطی تو قراره با کمک یه روانشناس خوبی همه چیز رو سر جای خودش بگذاری. درست مثل اینه که چشمای تو رفته روی سینه و شکمت، و یا فرض کن که انگشتای پاد اومده رو پیشونید، یعنی چیزا ممکنه باشند ولی سر جاشون نیستن، و به همین جهت است که کمک میخوایی، ولی خوشبختانه به دلیل هوشت و خوبیت و مخصوصا با توجه به اینکه تو این مدت یه نوع آهن یا یه نوع طلایی هستی که تو کوره بوده، یه ظرفیت و توانایی برای خیلی چیزا داری عزیز، اون رو دست کم بگیر. حالا هم که شاید و به یک اعتبار بهترین اتفاقی که ممکن بود برات افتاده که با یه چنین مردی ازدواج کردی، همسرت، و بعدم از اونجا بیرون آمدی و بنابراین اون موضوع ها دوربرت نیستن که همچنان تو رو آزار بدن و اذیت کنن. در نتیجه تویی که از یک قفسی که اونجا خونین و مالین بودی به هر حال به نوعی بیرون آمدی، دیگه نگاه کردن به اون قفس و برگشتن به اون قفس جایی نداره. گذشته رو هم فقط باید در حدی به خاطر بیاری که در ارتباط با یک کسی که روانشناس تو هست و روان درمانگر تو هست برای کمک به تو هست، یعنی زخمی که تو داری رو بالا میزنی، نشون میدی برای که روش مرهمی بگذارن، ولی همین گونه این زخم رو گرفتن و به این و اون نشون دادن و یا صبح تا شب بهش نگاه کردن و دربارش فکر کردن که تو رو گرفتار میکنه و گذشته رو که کاملا در گذشته رو از تو دور و جدا نمیکنه. بنابراین تو قرار نیست بار گذشته رو بکشی، گذشته رو باید ازش آموخت، نه بهش آویخ، اما این گذشته این چنین سخت و تلخ رو حتی اگر نباشه و فراموش کنی، و ما راهی برای فراموش کردنش داشتیم، حتما انتخاب درستی بود. اما میشه زهر و سم حوادث گذشته رو به مقدار زیادی یا کاملا گرفت، و میشه انرژیش رو ازش گرفت که در زندگی تو نقشی نداشته باشن، و چاره هم جز این نداری عزیز. این گذشته ای نیست که تو بخوای به دوش بکشی و با خودت این ور اون ور ببری. بنابراین در جهت اینکه چون اول صحبت هم که من اینا رو ببخشم نبخشم، اینا موضوعی خیلی حاشیه‌ای است که با کمک روانشناس مادام که زهر و سم و انرژی که همکنون در زندگی تو داره رو از تو دور کنن، بخشیدنشون هم تبدیل میشه به کسی که قبلا به تو $1000 بده کار بوده، حالا شده $1. خب شاید اون موقع $1000 رو نمیخواستی ببخشی، ولی حالا $1 رو میتونی راحت ببخشی. یه پروسه هست، یه فرایندی است که یه روانشناس خوب با تو کار میکنه و تو پیش میری و بعد از یه مدتی متوجه میشی همه اون بارهای اضافی رو از رو دوشت برداشتی و کنار گذاشتی، الان آزاد و راحت میتونی آنگونه که دوست داری و درست میدونی حرکت کنی. آقای دکتر، من مثلا میخوام در سینا بخونم اینجا، خب همسرم خیلی تشویقم میکنه، ولی دقیقا تمرکز ندارم، همش فکرم میره اون سمت. حالا خب تمرکز داری؟ با یه نفر صحبت کنم فکر میکنم. ببین عزیز، تمرکز رو اگر نداری با درستش کرد، ولی من فکر کنم تمرکز داری، فکر این ور اون ور میره که نباید. دقیقا خیلی فکرم پرش داره.
حالا خب بنابراین اونا رو میشه کمک کرد، یعنی اونا ما راههایی داریم برای که اولا تو ریشه تو که امکان نداره با مسئله استراب و استرس و افسردگی و خشم و احساس شرم و خجالت و احساس گناه و احساس حقارت همه اینا همراه نباشی. اینا در حقیقت مثل یه چیزیست که روی تو ریخته، حالا 5%ش اونجا مونده یا 20%ش، اونا در یک کاری میشه فهمیدش. برای تو رو یه بذار روی من و توی سطل لجن ریختن، حالا چند اندازه به این قسمت یا اون قسمت بدن، رو حلش هم یه کندن این لباس هاست که مربوط به گذشته است و یه شستشوی و لباس تازه تن کردن. یعنی اینا اون کاریست که تو باید با کمک روانشناس خوب خانم انجام بدی، یعنی راهی غیر از این نداری. ولی همطور که گفتم بعد از یه مدتی متوجه میشی من و تویی که اونقدر احساس بدی و کثیفی میکردیم به خاطر اون سطل و ظرف لجنی که رومون ریختن، حالا بعد از یه مدتی یه خاطره ای میمونه و مهم هم این است که زهر و سم و اون انرژی اونو بگیرن که بعدا محلی از اعراب نداشته باشه در زندگی من. یه جایی برسه که تو یه دفعه بینی یه هفته است یه ماست اصلا به کودکی و گذشته فکر نکردی و این کاملا شدنی است، برای که اگر اونها قرار با تو باشن چه فرقی میکنه که همکنون هستن یا نیستن. به هر حال هر اتفاقی به صورت یه خبری وارد ذهن میشه، حالا ما تخیل هم بکنیم چه تفاوتی میکنه، ولی برخی از اوقات حتی تخیل و رفتن به گذشته درد و رنجش حتی بیشتر از اون زمانی است که اون اتفاق داشته میافتاده. بنابراین کمک میخوای عزیز، این یه چیزیست که تو رو باید بتونن کمکت کنن که ذهنت رو از اونو خالی کنی. حالا که ذهنت رو از اونو خالی کردی، حالا دیگه فرصت و امکان اینو پیدا میکنی که به روی چیزی که مایل هستی توجه و تمرکزت داشته باشی که درسته. یه کمی به خودت فرصت بده، آهسته حرکت کن، یه ذره این زخم ها بذار خوب بشن، روش مرهم گذاشته بشه، مطمئنم بعد از یه مدتی کاملا توان اینو داری که خودتو به خوبی با کمک همسر حالا که دور شدی معالجه کنی و راحت و آسوده زندگی کنی. به هر حال یک، الان خیلی به موضوع درس فکر نکن، دو، الان اصلا وقت بچه دار شدن نیست، یه مقداری صبر کنی دیگه 2 سالی که با توجه به اوضاع و شرایط آماده بشی. از خودم انتظار و توقعی نداشته باش، درست مثل کسی که قراره 100 ساعت کار بکنه، تو 200 ساعت کار رو در گذشته کردی، حالا اگر یه مدتی هیچ کاری هم نکنی هیچ عیب و ایرادی نداره. این تویی که طلبکار همه ای و بدهکار هیچ کس نیستی و برحال خوشحال شدم باید صحبت کردم. بسیار متاسفم از آنچه شنیدم و امیدوارم روزهای خوب و خوشی که حتما مطمئنم خواهی داشت در انتظار تو باشه. خیلی ممنونم از آقای دکتر، واقعا ممنونم، خواهش میکنم. اگرم بعدا موضوع مسئله بود خواستی زنگ بزنی لطفا و حتما این کارو بکن و خوشحال شدم باید صحبت کردم. خیلی ممنونم، روز خوبی.